ببار باران، قسمت 56. بعد از دقایقی بلند شد و کنارم نشست. صورتش سرخ شده بود. دکمه بالای پیراهن مشکی دودیش رو باز کرد و نفسش رو عمیق فرستاد بیرون. چشماش رو لحظه بست و باز کرد. آب دهانش رو با سر و صدا قورت داد و برگشت سمت من. نگاهمو ازش گرفتم و به دستام که تو هم مشتشون کرده بودم دوختم. حس کردم آروم نیست و میخواد یه چیزی بگه و حسم کاملا درست بود. صداش هنوزم جدی و مصمم بود. امروز بعد از رفتن حاجی یه تصمیمی گرفتم و برای اینکه بتونم عملیش کنم باید تو هم راضی باشی. با تعجب سرمو بلند کردم و نگاهش کردم. چه تصمیمی؟ دل تو دلم نبود. تند و بی‌وقفه گفت میخوام که هرچه زودتر عقد کنیم. از تعجب لال شدم و فقط با چشمای گشاد شده نگاهش کردم. آنقدر تعجب کرده بودم که خودشم فهمید. با لبخند گفت شرمنده، حواسم نبود. تصمیم به این مهمی رو نباید بی مقدمه و سری می گفتم. با دیدن چشمای شیطونش به خودم اومدم و چشم از نگاهش دزدیدم و به رو به روم نگاه کردم و بعدشم به دستام. هنگ بودم. علیرضا ازم خواستگاری کرد، اونم اینجوری خوابم یا بیدار؟ و اون بی توجه به حال دگرگون من جدی ادامه داد، عقدت با بنیامین که تکلیفش مشخصه. اگه آدم بود شاید حالا همچین پیشنهادی رو نمی کردم. اما من حتی اندازه یک ارزنم آدم حسابش نمی کردم. ولی بازم هر چی تو بگی شک نکن همون کارو می کنم. به هر جون کندنی بود بدون اینکه سرمو بلند کنم گفتم اما من یه مدت کوتاه زنش بودم. اگه منظورت اینه که باید تا 4 ماه و 10 روز صبر کنی هیچ مشکلی نیست، فقط میخوام از جانب تو خیالم راحت باشه، همین. و صدای خنده ریزش رو شنیدم که گفت حالا وکیلم. از شیطنتی که تو صداش بود به خنده افتادم ولی چیزی نگفتم. نگاهم نمی کنی؟ از حرارت زیاد داشتم می سوختم. پس این یعنی قبولم نمی کنی. سرمو آروم بلند کردم، لبخندمو جمع کردم و گفتم بابام چی؟ از اون نباید اجازه بگیرم؟ نمی دونم چرا نگاهش و لبخندش هر دو رنگ گرفتن. من تو این زمینه تابع دستور تو هم، بخوای میریم باهاش حرف می زنیم. اما من دیگه نمی خوام هیچ کدومشونو ببینم. اگه اون وجود منی که دخترشمو انکار میکنه منم فراموش میکنم. سگل فکراتو خوب بکن. بابام پشت سرم چیزی باقی نذاشته که بخوام به عنوان محبت بهش فکر کنم. مطمئنی؟ یاد حرفای آخرش افتادم وقتی با بیرحمی تمام منو از خونش بیرون کرد، وقتی به زور نشوندم پای سفره عقد، وقتی بهم اعتماد نکرد و با خشم منو گرفت زیر ضربات کمربندش، وقتی صدای گریه ها و التماسامو شنید و خم به ابروش نیاورد، وقتی با الفاظ بد صدام زد، وقتی بهم به چشمه هر جایی نگاه کرد. تمام اون لحظات درست مثل صحنه های یه فیلم از جلوی چشمام رد می شدم و ثانیه به ثانیه بیشتر از گذشته ام متنفرم می کردم. با حرص لبامو روی هم فشردم و قطرهای اشکی رو که قصد فرو ریختن بی کسیمو داشتن با بستن چشمام پس زدم و زمزمه کردم کاملا مطمئنم. چند لحظه به سکوت گذشت تا اینکه علیرضا گفت حالا اونو یه کارش میکنیم، مطمئنم بدون اجازه پدرت نمیشه، اما خب فعلا مجبوریم صبر کنیم، باید همه چیز بی سر و صدا انجام بشه. تو مشکلی نداری؟
سرم و تکون دادم. چه مشکلی؟ از خدام بود که زودتر مال علی رضا بشم و برای همه عمرم اونو داشته باشم. حاضرم قسم بخورم که یه روز بهترین و با شکوه ترین عروسی رو برات بگیرم که تو خاطره ها ثبت بشه. با لبخنده خجولی سر به زیر شدم و گفتم من ازت هیچ چیز با شکوهی نمیخوام، فقط آرامش میخوام. میدونم میتونی اونو به هم بدی. همین حس دلنشین برای همه عمرم بسه، دیگه هیچی نمیخوام. سرش رو خم کرد تو صورتم تا نگاهش کنم. چشمام که تو چشماش افتاد با لبخند آرومی گفت ولی من رو قولم هستم، اینو علی رضا بهت میگه. لبخند زدم. اما علی رضا مخلصتم هستم. ساکت شد، یا بهتر بگم با چشماش دهنمو بست. نگاهش کردم و چشمامو به نشونه تأیید حرفش آروم بستم و باز کردم. با لبخند جذابی نگاهم میکرد. علی رضا قضیه شهرام رو برام تعریف کرد. وقتی شنیدم که شهید شده تا چند دقیقه تو شوک بودم و اون لحظه فقط اسم نسترن بود که تو سرم میچرخید و همون موقع بود که یاد حرفای اون شبمون افتادم، وقتی که خواب بد دیده بود و گریه میکرد. نمیدونم چطور اون لحظه رو وسط بگم سگل، ولی به محض اینکه پلاکشو برداشتم و گرفتم تو دستم گریم گرفت. انگار که بخواد یه اتفاق بدی بیفته. انگار اون پلاک داشت به هم گواه یک اتفاقی رو میداد که از وقوعش بی خبر بودم. هرچی که بود باعث شد از صدای گریه های خودم از خواب بپرم. خواب عجیبی بود سگل. خیلی میترسم. نمیدونم باید چه کار کنم. و یادم افتاد که چطور با گریه تو بغلم زجه می زد و به عشقش اعتراف می کرد. به خدا خیلی دوستش دارم. از وقتی دیدمش دارم واسش بال بال می زنم. از وقتی باهاش حرف زدم قلبم داره از جاش کنده می شه. سگل من خیلی تنهام، مگه نه؟ خیلی تنهام. علی رضا ازم کمک خواست. اینکه یه جوری خبر شهادت شهرامو به نسترن بدیم. اما سخت بود. آخه من چطور میتوانم به خواهرم از شهادت کسی حرف بزنم که بعد از این همه سال هنوزم که هنوزه اونو میپرسته و صادقانه میگه که عاشقشه. اگه الان بهش بگم مطمئنم یه بلایی سرش میاد. من خواهرم رو خیلی خوب میشناسم. میدونم که احساسش چقدر پاکه. نکنه عقلشو از دست بده و خدای نکرده بخواد یه کاری دست خودش بده. اما اگه یه مدت بگذره و بعد بخوام بهش بگم شاید وضع از اینی که ممکنه پیش بیاد بدترم بشه. من نمیتونم بهش بگم و نمیتونم ازش پنهان کنم. پس باید چه کار کنم؟ علی رضا. برای آخرین بار خم شدم و زیر لب فاتحه‌ای فرستادم. همونطور که دستم روی خاک سردش کشیده می شد نگاهم به قاب عکسی بود که کنار قبر با یک روبان مشکی تزیین شده بود. توی دلم باهاش حرف می زدم. بهت قول دادم داداش، قول دادم تا آخرشو برم. همه اون چیزی که یه روز بزرگترین هدف تو بود و حتی از جونتم به خاطرش گذشتی الان شده تنها خواسته من. برام دعا کن داداش، دعا کن آخرش سربلند بیرون بیام و پیش تو و خدا شرمنده نشم. دستی که روی شونم نشست باعث شد چشمامو ببندم. سرمو زیر انداختم، دستمو بالا آوردم و روی صورتم کشیدم. جز صوت گوش نواز قرآن و صدای گریه از گوش و کنار، صدای دیگه ای تو اون قبرستون سرد و بیروح شنیده نمی شد. صدای گرفته محمد که تو گوشم پیچید، دستم از رو صورتم برداشتم. علی دیگه باید بریم.
مکسی کردم و از کنار قبرش بلند شدم. عینک آفتابیم رو زدم و از پشت شیشه دودی بدون اینکه نگاهم رو از قاب عکسش بگیرم گفتم کجا؟ نزدیکتر بهم ایستاد و گفت مگه نگفتی هماهنگ کن، خبرشو بهم بده. خب خبری هم شده؟ الان تماس گرفتن، باید بریم، منتظرم. لبامو روی هم فشردم و سرمو تکون دادم. بعد از تموم شدن حرفام دستامو روی نقشه گذاشتم و به صورت تک تکشون نگاه کردم. همه تو فکر بودن جز فرمانده که نگاهش هنوز هم به نقشه زیر دستم بود. نظرتون چیه؟ سرشو بالا گرفت و متفکرانه نگاهم کرد. دستی به صورتش کشید و یک تای ابروشو بالا انداخت. قرارمون از اولین نبود علیرضا. نقشه رو از روی میز جمع کردم و با پوزخند محوی که روی لبم بود گفتم میدونم. دنبال درد سر نگرد. میدونی با کیا در میفتی؟ سرمو تکون دادم. کاملا خونسرد جواب دادم. اینو هم من میدونم. اما نگاهش کردم. با شک و تردید نگاهم میکرد. بسه تموم کردن این عملیات به من نیاز دارید. درسته؟ چطور؟ فقط میخوام بدونم که باید باشم یا نه. اگه بهت نیاز نداشتیم الان اینجا نبودی. پس بگو منظورت از این کارا چیه؟ فقط به یک شرط. انتظار داشتم تعجب کنه اما اینطور نشد. نگاهش هنوز همون نگاه شک برانگیز بود. صدای محمد بلند شد. شرط و شروط یعنی چی علیرضا؟ فقط به قصد همکاری وارد گروه شدی. قرارمون بسه آخرش همچین چیزی نبود. بی توجه به محمد نگاه هم تو چشمای فرمانده بود. منتظر بودم یه چیزی بگه. از نگاه جدی و خونسرد من کلافه شد و نفسش رو محکم بیرون داد. هر دو دستش رو به میز تکیه داد و گفت بگو شرط تو. محمد خواست چیزی بگه که فرمانده بلند گفت بس محمد، بذار حرفش رو بزنه. اما قربان، من علیرضا رو میشناسم. این کار یعنی بازی با جونش. حتما خودش فکر همه جاشو کرده. نگاهش به من بود و منتظر جواب. سرمو تکون دادم. سعی کردم لحنم محکم باشه. جون هیچ کدوم از افراد گروه به خطر نمیفته. اینو شخصا بهتون قول میدم. بعد از اینکه مهره های اصلی رو تحویلتون دادم میخوام که نقشم رو پیاده کنم و این طرح شرط منه. این یه بازی نیست علیرضا. وقتی بی سر و صدا میشه کارو تموم کرد، چرا میخوای خودتو تو آتیش بندازی؟ اصلا چی شد که این تصمیمو گرفتی؟ اینجوری نمیشد. مجبور بودم همه چیزو توضیح بدم. اینکه فرمانده قانع میشد یا نه دیگه با خدا بود. شهرامو یادتونه؟ این موضوع چه ربطی به شهرام داره؟ الان دقیقا 2 هفته از شهادتش میگذره و من هم تقریبا 2 هفته است که شب و روزمو بسه طراحی این نقشه گذاشتم. بزرگترین هدف شهرام تو این عملیات همین بود. یعنی شماها از قبل این نقشه رو کشیده بودید؟ فقط نقشه شهرام بود. حالا من میخوام اجراش کنم. فرمانده سکوت کرد. عمیق توی فکر بود. اگه اجازه و کمکشو نداشته باشم میدونم که راه به جایی نمیبرم. گرچه خواسته من به ادامه عملیات لطمه ای نمیزد و همه چیز همون جوری پیش میرفت که از قبل دستورش صادر شده بود. تمام ریسکش بسه من بود. خودمم باید با خطراتش روبرو میشدم. نقشه رو توی کیفم گذاشتم و از میز فاصله گرفتم. خواستم برگردم که صدای فرمانده رو از پشت سر شنیدم. قبول نمی کنم. به سرعت برگشتم. خواستم چیزی بگم که ادامه داد. اما در یک صورت. هرچی باشه. بعد از اینکه بچه های ما وارد عملیات شدن و همه چیز با موفقیت انجام شد، تو میتونی نقشت رو پیاده کنی. روی کمک من هم حساب کن. ممنون قربان، ولی واسه اجرا کردنش به اون دار و دسته و آدماش نیاز دارم. شاید بشه یه کاریش کرد، ولی باید عملیات تموم شده باشه. در غیر این صورت اجازه این کار رو نداری. فهمیدی؟
چاره دیگه ای نداشتم. باشه، قبول میکنم. پس یا علی. پایان قسمت 56.